وزارت صحت هم هشدار می‌دهد که ویروس کرونا هم در کشور در حال گسترش است و هیچ تغییری در شمار مبتلایان و جانباختگان این ویروس به میان نیامده است. در این حال پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگن که مکنون نزدیک به 170 بیمار کووید 19 در این شفاخانه زیر درمان هستند. انیسه 60 ساله پس از سپری کردن یک ماه در بستر بیماری در شفاخانه افغان ژاپن اکنون درمان شده است. او که روزهای سخت بیماری را پشت سر گذاشتانده است میگوید که روز بدون ماسک به بازار رفت و به ویروس کرونا مبتلا شد. جانداد، سرداد، تاب، لرزه و چیزا باز رفتیم در شفاخانه دیگه. اونجا چند روز بودیم، اونجاش خوب نشدیم، باز آمدیم اینجا. در همین حال پزشکان در این شفاخانه میگویند در حالی که تغییر چشمگیر در شمار مبتلایان بیماران کووید 19 نیامده است، اما در یک هفته 70 تن از این بیماران در اینجا شفایاب شدند. 100 تا 200 مریض مراجعه میکنند که از این جمله 15 تا 20 مریض در امرجنسی یعنی وضعیتش خراب می باشد که مراجعه می کنند. از سوی دیگر شمار بیماران قارچ سیاه در شفاخانه افغان ژاپن به 6 تن رسیده است. یکی از این بیماران محمد حسین است. او می گوید دو هفته زکام و سردردی داشت تا سرانجام بیماریش قارچ سیاه تشخیص شد. یعنی یک طرف ما یعنی تو تندیدگی پیدا کردم روی کام و یعنی علاشه و اینجا دیگه پس ده خدا ما بیخی جور تیار است. دغه 15 مریضان چې موږ سره بستر دي پدې کې د دوو مریضانو وضعیت ښه نه دی چې یو خزینه ده چې د هغې لپاره موږ تداوی شروع کړې ده. هغه کومه خاص دوا چې د تور فنګس یا قارچ سیاه لپاره ده. وزارت صحت عامه میگوید که هنوز هم ویروس کرونا سیر سعودی دارد و شهروندان نباید در برابر این ویروس بی‌پروایی نشان دهند. زنگ خطر هنوز پابرجا هست و ما هنوز هم نیاز بر ای داریم تا همکاری جامعه را با تمام امکاناتی که داشت وجود داشته باشه جامعه با ما همکار باشن. اکنون شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به حدود 130 هزار تن رسیده است که از این میان بیش از 5400 تن جان باختند. در همین مورد پس داره مهمان من در این بحث آقای دکتر سید حبیب اروار رئیس انجمن صحی شرق. سلام، خوش آمدین. تشکر، خوش باشین، زنده باشین. ممنون شما. آقای اروال، ما میخوایم پرسم سیر ویروس هنوز در حالت ثابت باقی مانده. ما به نقطه اوج هم رسیدیم اما تغییر نکرد. شما علتاش در چی میبینین و چی باید شوه پس از اینم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر. متاسفانه که مردم افغانستان با وباهای مختلف روبرو هستن، از یک طرف نامنی و جنگ و از طرف دیگه هم کرونا و وبای خطرناک موج سوم زی و در این حالت غربت و فقر که همه سیستمای ما قرار داره. راستی هم حالت کرونا یا کووید 19 موج سومش در حالتی است که ما هنوز هم در حالت سعودی هستیم. بله. یعنی متاسفانه که اقدر دامدار در هیچ جای فکر میکنم به حالت سعودی نمانده بود که در افغانستان ما تقریبا یعنی بیشتر از نزدیک یک ماه میشه که در حالت پیش میریم که واقعات به طرف سعود رفت و حال هم در حالت سعودی است. یعنی ای که امروز 50 و چند واقعی وفیات داریم ای به ایمانه نیست سبا شما ببینید نزدیک در شاید بیشتر باشه. درست. حالات قسمی است که متاسفانه در افغانستان کنترل کرونا با ما شکلی که لازم بود صورت نگرفت و مردم هم به توجهی میکنن، همیالا به پروا هستن. حتی در جایی که شما ببینین جایی که وفیات از دمو فامیل و خاندان از سبب کووید 19 به وجود می، اگر شما ببینین اما اعضای مو خانواده که به چشم خود میبینن و احساس کردن، درک کردن، غم دیدن، هنوز هم احتیاط نمیکنن. ای به این معنی است که مردم ما به زیادتر عاملش بی‌پروایی مردم ماست که هنوز هم در حالت سعودی استیم و هنوز هم در حالت هستیم که واقعیت مثبت کرونا زیاد و وفیاتش هم زیاد است. بله، خب یک پیشبینی نزد شما وجود داره که ما تا چه زمانه در این حالت باقی خواهد مانده؟ ببینین یکی پیشبینی از نگاه اپیدمیولوژی است که در این طور حالت که
اپیدمی یا پاندمی رخ میده به سطح جهانی یا به سطح کشور یا به سطح منطقه تا چی حالت پیش میره و بالا میره و به چی کدام حالت به طرف نزولی حرکت خواهد کرد. در این درست است که نهایت از یک ماه بیشتر این کار نمی باشه، اما متاسفانه این در صورتی که هم مسئولین که مربوط است همه سکتورها متوجه به مسئولیت های خود باشه و در ضمن مردم امو پیام ها و امو هدایات مشوره هایی که از طرف مسئولین میشنه او را عملی بکنه، که ما متاسفانه در هر دویش در افغانستان مشکلات خود داریم. دیگه به این خاطر آدم گفته نمیتونه که چی وقت، اما امیدوار هستیم که اگر مردم همین حال هم یک کمی توجه بکنه. حالا خو از این برآمده که سرایت با اندازه بالای خود کرده و امی که وافیات با چی اندازه است، این خواه موافیات رسمی ارقام رسمی است و وافیات با کسایی که بسیار زیاد دوز قوی ویروس گرفته باشه و یا با کسانی که اونا با امراض مزمنی دیگی هم مبتلا باشه اونا را دارن. دیگه از اون خاطر اینا فقط چیزی که است که ما از هر مردم میخواییم که اونا توجه جدیتر بکنن و کوشش کنن که مو سفارشات بسیار مختصر آسان و ارزان جدی بگیرن. در غیر از او خدا نخواسته امی حالت بد و سعودی موج سوم کرونا یا امی پخش ویروس دلتای کرونا در افغانستان خدا نخواسته به منتی یک حالت پیش خواهد رفت. بله آقا اروال، اما در حال حاضر مردم چیزی که شما میپرسن و انتظار که از وزارت صحت عامه دارن این است که یک طرز عمل شما باید داشته باشین، به ویژه ما نزدیک میشیم به عید قربان، نگرانی بیشتر هم از عید قربان است که با توجه اکنون هم که ما در یک حالت ثابت باقی ماندیم، ما بودا که بعد از عید قربان بریم یک بار دیگر به طرف افزایش و بازم در یک حالت ثابت باقی میمونه که بیشتر ضرر خواهد رسانید به افغانستان. در این شکل نیست که یک چراغ سرخی است که عید قربان آمده نیست و بسیار دورم نیست و در این حالت کرونایی اگر ما مردم ما متاسفانه کلچر ما قسمی است که بسیار او را احترام داریم نسبت به همه چیز و در این حالت خطرناک هم ایره اگر در نظر نگیریم و مثل عید خرد یا عیدی که بعد رمضان بود و مو قسم بیپروی شوه، در این شکل نیست که نه تنها ای که به طرف نزولی نخواد رفتیم بلکه دیگه هم به طرف سعودی حرکت خواهیم داشت. امیدوار هستیم که مردم ما و در این رابطه ما به صفت یک دکتر به صفت یک مسئول صحی کشور از تمام علمای کرام خود خواهش میکنم، تمنا دارم و توقع دارم که اونا در تمام پیش از نماز عید، پیش از در حتی در روز جمعه آینده و در تمام خطبه های خود مردم ها بفهمانه که از دست دادن، بغل کشی و از نزدیک شدن جدا خودداری کنه، در غیر از او بسیار مشکل خواهد باشه. نه تنها در روزهای عید بلکه همین حال هم اگر ما ببینیم متاسفانه در هر جای یک وفیات می باشه، یک مرده رخ داده از سبب کرونا و یا از سبب دیگه که بدبختی نام نیست، جنگ است، باید دمی تو حالت خود حفاظت بکنن، از ماسک استفاده بکنن و بسیار بیزاره. اما فعلا آنچنان که باور بر این است که کار از آگاهی دهی دیگر گذشته، ما بر تغییر رفتار در حال حاضر نیاز داریم، اما مشخصا سوال من از شما همین است که یک طرز عمل جدیدتر، تدابیر جدیدتر از طرف وزارت صحت عامه مردم توقع دارن که حالت دیگر باید تغییر بکنه. عملا محافل سیاسی به شکل گستردهش برگزار میشه، در بخش های مختلف کنفرانس های خبری که گفته میشه، خب اینا همش زمینه ساز هستن بر گسترش موج بیشتر. اگر یاد شما باشه تقریبا یک هفته پیش من خدمت شما عرض کردم که ما هم به این مطمئن هستم که با اساس سروی وزارت صحت عامه 90% تا 95% مردم آگاه هست که کرونا قطری جدی است، اما عملی نمیکنن. ای که عملی نمیکنه امو طرز العمل گفته شما یا امو استراتژی هایی که ما داریم امور باید تغییر بدهیم و در عملی کردن و پیاده نمودن آگاهی دهی ما باید کار خدا بکنیم. کی را فکر میکنم با استراتژی های بسیار پرو بسیار که یک چیز بسیار بزرگی باش ضرورت نیست، یک چیز بسیار مختصر هماهنگی جدی سکتورها و عملی نمودن آن
علما معلمین همچنان خوی نظامی دری صاحب های دهل همکار باشند. در غیر از شما میبینین که چی حالاتی ما رو بروستیم. اگر این به خاطر عملی نمودن از این که چه قسم سفارشات عملی بکنیم اقدام جدی صورت نگیره، در این صورت ما با این شکل پیش خواهد رفت. بله، و اما در کنار کرونا اگر روی قارچ سیام صحبت های داشته باشیم که یک مسئله دیگر نگران کننده است و در حال حاضر مشخص روی داد و مثبت از تنها در شفخانه افغان ژاپن در کابل داریم، راه های جلوگیری از این چی است؟ مردم چه تدابیر باید داشته باشند و چی را انجام بتن؟ قارچ سیا یا فنگس سیا متاسفانه یک انسان دشمنای مختلف داره که ما بارهایی را به خاطر آگاهی مردم گفتیم که چهار خاندان بزرگ میکروب ها که پرازیت، فنگس، باکتریا و همچنان وایروس است که از این خاندان ها همیشه در کمین هستند و موقع خود میبینند. برای فنگس سیا در این حالت کرونایی وایروس زمینه مساعد ساخته، یعنی مردم ها معافیتشان بسیار با پایین میاد، از او خاطر اینا هم حمله را مساعد وقت مساعد دیدن و حمله میکنند. و این قارچ سیا متاسفانه در هند و جاهای دیگه هم بودن، اونجا هم خطرناک بود، مرگ و میرش هم از 50-54-55% بالاست و در افغانستان هم. اما یک چیز اطمینان میتونم برای مردم که اگر همین سفارشاتی که ما برای وقایه و جلوگیری از کرونا توصیه میکنیم امیر مردم عملی بکنن، ما مطمئن هستم که از قارچ سیا هم انشالله اینا در امان خواهد بود. و یک چیز خوبی دهی است که ایر اطمینان میتون بر مردم که قارچ سیا چون ویروسی نیست و قدر ساری نیست که مانند امراض کرونایی که توسط تنفس یک انسانی مریض بر انسانهای دیگر انتقال پیدا کنه. اما احتیاط بسیار جدی، مثلا ما غلطی های دیگر نکنیم که یک مرض رو وقایه میکنیم مرض دیگر. مثلا اگر ما از ماسک استفاده میکنیم و این ماسک ما با روزهای متواتر از عین ماسک و مرتوب میشه و از این ماسک میشه که همون قارچ در تنفس ما بیاید و در وجود ما داخل شد و بالاخره ما با یک مرض دیگه هم مبتلا شدیم. دیگه از این و از خصوصا اکسیژن، چون این در ساحای مرتوب زیاد زندگی میکنم، این قارچ به این خاطر بهتر از که تا از در شبخانه ها هم از پاکی صفایی نهایت استفاده شود، از مواد استفاده شود که وجود ویروس و میکروب فنگسی هر چیز که موجود باشه او را بکشن، یعنی از بین ببرن، جلوگیری بکنن. و در پالوی از او از اکسیژن در بر مردم توصیه میکنم در خانه هایی که بر اکسیژن بی جا ضرورت نیست زیاد بی توقع نداشته باشه و استفاده بی جا نکنه. امیدوار هستیم که انشالله از این وباها نجات پیدا کنه. تشکر، سپاس از اینکه حضور یافتید.